داستان یک نگاه، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان یک نگاه را برایتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب بکنید و علامه زنگک را نیز فشار بدین. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان یک نگاه. هنوز در جریان آموزش دوره لسانس فاکولته بودم که اصل ماجرای زندگیم را به دست خود گریزدم و جریان از این قرار بود. صبح با عجله تمام از خواب برخاستم و به ساعت دیواری نگاه کردم. ساعت 6:15 صبح را نشان می داد، ولی دیرتر از هر روز بیدار شده بودم. با ورختایی تمام آماده رفتن به فاکولته شدم. وقتی از دروازه خانه بیرون شدم، صدا زدم که مادر خدا حافظ. مادرم از آشپزخانه صدا کرد که باز ناوقت بیدار شدی و ناشتای صبح را نخورده رفتی. دوباره صدا کردم دیر شده مادر و دویدم و به طرف ایستگاه. قبل از این که من به ایستگاه برسم، بس رسیده بود، اما راننده متوجه شد که من در حال دوش هستم. منتظرم ماند. سوار بس شدم و از بس که تیز دویده بودم، نفس نفس می زدم. 3-4 را در بر گرفت تا خودم را آرام ساختم. یک بار ناگهانی متوجه آینه بالای سر راننده شدم که پشت سرم یک پسر جوان و زیبا و خوش لباس ایستاده و از همان آینه به دقت مرا نگاه می کند. چشمانم را زود از آینه دزدیدم، ولی دلم تسلا نشد. در یک لحظه دلم چندین بار شور می زد که دوباره به بالا نگاه کنم، اما حیا اجازه نمی داد. ذهن و دلم درگیر بود. نگاه کن، نگاه نکن، که یک بار نگاهم را به همان آینه یافتم که همان چشمان زیبا فقط به من خیره شده اند. این حس را هیچگاه تجربه نکرده بودم. حس عجیبه بود. فکر میکردم وجودم سرد شده و ضربان قلبم تون تون میزنم و این حالت را خودم حس میکنم و مشنوم. با خود میگفتم که مرا چی شده؟ چرا اینطور شدم؟ با این همه هیجان به ایستگاه پوهنتون رسیدم و بدون این که به عقبم نگاه کنم از بس پایین شدم، اما حالتم خیلی عجیب بود. فکر میکردم که چیز را فراموش یا گم کردم، اما به خودم میگفتم که این شاید یک احساسات زودگذر است و من باید به این احساساتم غالب شوم و خودم را بایست استوار سازم. با همین درگیری های ذهنی به صنف درسیم رسیدم، اما کمی دیرتر از هر روز دیگر. همه همصنفی هایم به شمول استاد داخل صنف بودند. اجازه خواستم و داخل صنف شدم. بعد از تقدیم از سلام به معلم گفتم خیلی ببخشین امروز کمی دیرتر رسیدم. استاد: علیکم السلام شبنم جان، خیر فرق نمی کند. این اولین روزت است که کمی ناوقت آمدی. میدانم که عمدی نبوده. برو سر جایت که لکچر را شروع کنیم. استاد لکچر میداد و هر قدر کوشش میکردم چیزی از حرف استاد نمیفهمیدم. چون فقط جسمم در آنجا بود، ذهنم اصلا جای دیگر بود. ناخودآگاه به آن شیشه موتر و آن چهره جذاب فکر میکردم. روز درسی به پایان رسید، اما درگیری ذهنم پایانی نداشت. راهی خانه شدم. شب را به فکر این که آیا فردا باز هم؟ صبح شد و دوباره راه افتادم.
اما امروز نه همان بس دیروزی بود، نه آینه و نه آن پسری که دیروز در عقبم ایستاده بود. حس ناراحتی عمیقی می کردم و با خودم می گفتم که این چه حس دارم؟ من که 25 سالم است، چرا باید اینقدر احساساتی و بچگانه فکر کنم؟ اما کو گوش شنوا و قلب که تسلا یابد؟ آن نگاه آینه آنقدر مرا مصروف خودش ساخت که حتی به خواستگاری پسر کاکایم نیز جواب رد دادم. ناخودآگاه حس می کردم عاشق هستم، آن هم به شکل وحشتناکش. گاه گاه خودم را سخت ملامت می کردم که این چی کار است که با خودم می کنم. اصلا از قناعت خبری نبود. ماها گذشت و زمان امتحانات نهایی فاکولته رسید. خودم را جمع جور کردم تا بتانم از امتحانات موفق بدرآیم. همه چیز به خیر گذشت. از فاکولته هم موفقانه فارغ شدم و محفل فراغتم هم به پایان رسید. در بین خانواده زمزمه ها بود که حالا باید برای تصمیمشان که در مورد زندگی آینده ام دارند جواب مثبت بدهم و از آن قطار خواستگارها که قبلا داشتم حالا فقط 3 خواستگار دارم که یکی آن از فامیل های دور پدرم که پسر انجینیر است، یکی دیگر از خویشاوندان همسایه قدیمی ما است که 3 سال قبل فاکولته طب را به پایان رسانیده و در حال حاضر در یکی از شفاخانه های دولتی مصروف کار است، و سومی نواسه عمه مادرم است که تجارت خانه دارد و حدود 10 سال از من بزرگتر است. اما من یکی از این 3 خواستگار را با دلایل مختلف مناسب خود نمی‌دانم و اصلاً از گوشه دلم هم نمی‌گذراند که شاید یکی از اینها شوهر آینده ام باشد. مادرم چند بار برایم گوش زد کرد که هر 3 جوان از نگاه‌های مختلف، از هر نگاه مناسب تو هستند. تو فقط انتخابت را بگو و ما طبق رسوم فامیلش را به این منظور راه می دهیم تا به خواستگاری بیایند. اما من دلیل خودم را می آوردم. هنوز که زود بود، گاه و گاه گاه به یاد آن نگاه آینه افتادم و بعد از مدت کوتاه خودم را سرزنش می کردم و خود را فریب می دادم که این جز یک اندیشه احمقانه بیش نیست و مطمئناً این قضیه را فراموش کردم. اما خب روز از روزها که هنوز چند روز از شروع کارم شده بود به خانه برگشتم. خواهرم که 3 سال جوانتر از من و کارمند یکی از دوائر دولتی بود به اتاقم آمد که خواهر جان، یکی از همکارانم مرا به محفل عروسیش دعوت کرده و زیاد تاکید کرده که باید حتما در این محفل اشتراک کنم و کارت 2 نفری برایم فرستاده، پس لطفاً مرا تنها نگذار و با هم برویم، زیرا همکارم که در عین حال دوست خوبم هم است بارها اصرار کرده که باید در این محفل باشم. در این صورت من قبول کردم که در آخر هفته همراهش به محفل یاد شده بروم. آن روز فرا رسید و با هم به محفل عروسی رفتیم. محفل شاد و خوبی بود. خوش گذشت. یک بار چشمم آن نگاه گم شده را در جمع مهمانان حاضر یافت. چنان که من حیرت زده شده بودم، چشمان او نیز که بعد از مدت زمان زیاد مرا پیدا کرده بود، نگاهش را به من دوخته بود، گویا که نگاه های من احوال پشتی کردند، حرف زدند و گلایه کردند. باز در یک فاصله کوتاه حیات هر 2 جانب را در پی دزدیدن این گرمی از همدیگر دیدند و بعد از آن زمان کوتاه دوباره چشم به چشم شدیم. یک بار متوجه شدم که صاحب آن نگاه های گم شده با دختر خانمی که پهلویش نشسته بود هم صحبت شدند و همزمان هر 2 به من نگاه می کردند. بعد از پچ پچ کردن هر 2 از جایش بلند شده و به طرف
میزی که در آن نشسته بودیم حرکت کردند. با هر قدمی که به طرف میز ما برمی داشتند، دلهارا و استراب شدید بدنم را فرا می گرفت و خودم را در چوکی محکم تر می کردم. گمان می کردم که زمان حرکتش را کندتر کرده است و فاصله ما طولانی تر می شود، تا اینکه دقیق روبروی خودم و چشمانم چشمهایی را که گاه در آینه و گاه هم با نیمه نگاه دزدیده با هم آشنا شده بودند یافتم و مؤدب به من سلام کرد. من هم سلام کردم، همچنان خواهرم و دختر خانم نیز. بعد جمله دوم گفته شد که خوش آمدید. من و خواهرم مثل کورسی در عین زمان تشکر کردیم. از آداب و معاشرتی که داشت خودش را با معرفی گرفت و گفت احمد استم، برادر شیلا یعنی عروس، و این هم خانم برادرم سمیرا است. من گفتم اسم خواهرم صدف، همکار و دوست شیلا جان. و بعدش گفت امید که محفل براتون خوش بگذره. در ضمن یادآور شد که اگر به چیز نیاز داشتید در خدمتم. باز هم تشکری کردم و با کمی دل ناخواسته و صدای لرزان گفت خب با اجازه. بعدن میبینیم و از نزدیک میز ما دور شدند. هرقدر بالای خود فشار می آوردم نشد که به چشمانم هم رویش نکنم، تا اینکه دورتر شد. حس خیلی عجیب داشتم. نمیدانستم که هیجانی و یا مضطرب. محفل داشت به پایانیش نزدیک می شد و در جریان محفل چندین بار همدیگر را نگاه می کردیم و با آن خیرگی ها با هم حرف می زدیم. در ختم محفل وقتی می خواستم سالون را ترک کنیم، خودش را نزدیک ما رساند و باز هم با معاشرت و خیلی ها مؤدب سوال کرد که می خواهید بروید؟ گفتم بله، باید برویم خانه. گفت ناراحت نمی شوید، من خودم را به شما رساندم چون شب ناوقت است و شما هم دو دختر جوان، لازم نمی دانم که این وقت شب تنها بروید. خواهرم فوراً جواب داد که نه، لازم نیست، چون شما میزبان هستید باید محفل را دنبال کنید. هنوز هم بعضی از مراسم ها باقی مانده است. مگر او تأکید کرد که امکان ندارد، من می توانم شما را برسانم و خیلی زود دوباره برگردم. بالاخره با موتر شخصیش را افتادیم. در مسیر راه نگاه های من با واسطه آینه عقب بین موتر باز تکرار خاطره شد، اما با تفاوت اینکه این بار موقعیت ما برعکس دفعه قبل شده بود و این نگاه ها در زندگی هم خیلی ها حس متفاوت و اثرگذار بودند. بعد از تکرار نگاه های دزدیده و سکوت فضای داخل موتر از من پرسید که هنوز هم معسل هستی یا اینکه درس ها تمام شدن. گفتم چند ماه شده که درس ها تمام شده و هم مشغول کار شدیم. در جواب گفت بسیار خوب، چه رشته ای رو خواندی؟ گفتم اقتصاد. خیلی عالی، پس در وزارت اقتصاد کار میکنی یا چطور؟ گفتم بله. گفت چه خوب، خواهرم از پسر، شما چی مصروفیت دارین؟ من فاکولته ژورنالیسم را خوانده ام ولی حالا در یک کار شخصی یعنی پیشه آزاد مصروف هستم. خواهرم بسیار خوب، حتما تجارت میکنید. نه، من یک دفتر یا شرکت توریستی و سیاحتی دارم. خب بسیار خوب. در همین جریان که صحبت می کردیم یک قطع کارت شناساییش را از سویچبورد موترش برداشت و برایم داد. در عین حال ادامه داد که این کارت را با خود داشته باشید، گاه شما دوستانتان و یا اقربتان اگر ضرورت داشتند من در خدمتم. در حالی که می خواستم آن لرزه ناگهانی که اندامم را فرا گرفته بود کنترل کنم،
میخواستم کارت را در جیب دستکالم بگذارم، اما خواهرم پیش دستی کرد و کارت را از من گرفت و داخل دستکالش گذاشت. صدایش دوباره مرا به خود آورد که پرسید: آیا از کار خود راضی هستی یا خیر؟ گفتم بله، تازه تجربه میکنم و تا فعلا برایم دلچسب است. با تون زیبایی که در صدایش نهفته بود گفت: این خوب است وقتی کار میکنید از آن راضی باشید. جملاتی را که از او میشنیدم برایم آرامش بخش بود و هر لحظه میخواستم در موردش بیشتر بدانم، خصوصا در مورد زندگی شخصیش. در ذهنم سوال ها پای هم صف بسته بودند، اما متاسفانه هیچ یک آن را بیان کرده نمیتونستم. در میان این هیاهویی که در ذهن و قلبم ایجاد شده بود به کوچه ما رسیدیم. صدای خواهرم مرا متوجه ساخت که گفت: خیلی ها ممنون، واقعا این وقت شب زحمت کشیدید. و ادامه داد: شب ناوقت است که شما را به نوشیدن چای دعوت کنم. بلافاصله جواب داد که نه خیلی ممنون، اگر قسمت بود باز کدام وقت دیگر، و راستی قابل تشکر نیست. من هم افتخار دارم که با شما بیشتر معرفی شدم. خواهرم باز گفت: شما زنده باشین. پیش امین دروازه سفید رنگ پیاده می شویم. موتر توقف کرد و ما هم خداحافظی کردیم و هر کدام به راه خود ادامه دادیم. اما من مانند یک جسد متحرک که اختیار قلب و ذهنم را از دست داده بودم برا هم ادامه می دادم. خواهرم صدا کرد که: چرا چوب هستی؟ زبانت را با خودش برد و خندید. من گفتم: شب بخیر، خیلی خستم و داخل اتاقم شدم. خودم را با مشکل به بستر خوابم رساندم. شب را خیلی طولانی و در تخیلات گذشتاندم. صبح از کسالت و بیخوابی به مشکل می توانستم ایستاده شوم. بعد از آن شب لحظات زندگی به دشواری تمام می گذشت. هر لحظه می خواستم که دوباره با او تماس بگیرم و از دیدنش یک بار دیگر مستفید شوم. چندین ماه گذشت و دردم بیشتر از پیش شده می رفت. یک روز بارانی وقتی از دفتر بیرون شدم، نزدیک در خروجی وزارت منتظر موتر مامورین بودم که یک موتر شخصی قشنگ نزدیکم شد و شیشه موتر را پایین کشید. با سلام بسیار آشنا برایم گفت: سلام شبنم جان، کجا بخیر؟ میخواهی برسانمت؟ این بار تصویر متفاوت را میدیدم. خودش بود، اما تنها نبود. داخل موتر خانم زیبا و خوش‌سلیقه و دو طفل به سنهای 2 و 4 ساله، یعنی یک خانواده خوش و خوشبخت. آسمان دور سرم چرخید و ستاره ها روی صفحه تاریک در حدقه چشمم ظاهر شدند. از هوش رفتم. اینجاست که با خودم میگویم بهتر از تحت تاثیر احساسات نرویم و فریب نگاه ها را نخوریم. ناگفته و بی زبان حرف گفتن جز خیال پردازی بیش نیست. پایان داستان. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.